ایران، شما بانوان ایران، شما بانوان ایران، همه با هم برخیزید و آماده باشید برای نجات کشور ما. 6 دقیقه دیگه مونده، 6 دقیقه، یعنی 6 دقیقه دیگر شما باید آماده باشید، از خانه ها خارج شوید. مواد پیام شماره 28 را فراموش نکنید، مخصوصا مورد 4, 5 و 6 که به شما گفته شده. دست جمعی با هم به همون مسیرهایی که اطلاع داده شده خواهید رفت. تنهایی نه، همه با هم. فقط 1 دقیقه دیگر مانده. یکی از بینندگان ما میخواد در حدود 20 ثانیه به شما پیامی بده. بفرمایید جناب خط هستید. فقط 19 ثانیه دیگر به پیام. آگاه سازد از بهترین خوشبختی و خداشاه خواهد شد. چنین شخصی بیگمان از نیروی 7 ثانیه، 4 ثانیه، 3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 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 ثانیه، 2 عرض ادب دارم خدمتون. سعید سکویی هستم در سنگر ملی مردمی مبارز در جهت براندازی رژیم خونخوار فاشیستی دینی و اشغالگر کثیف در این قشر جامعه ایران که 30 سال کشور ما رو اشغال کرد. این کلیپ رو دیدید؟ دیدید چگونه ملت ایران رو در درون مرزهای ایران به بازی گرفتند؟ دیدید چگونه مردم ایران رو دلشکسته کردند، بی اعتماد کردند؟ آیا می بایست از هر ریسمان سفید و سیاهی ترسی؟ آیا هر پروژه و یا هر کسی که می آید جلوی دوربین نباید با شک و تردید بهش نگاه کرد؟ چون کاری که اینها کردند و ده ها پروژه نظیر این امروز کار امثال من رو هزار بار سخت‌تر کرده. ناباوری، بیباوری، کمباوری، نداشتن حس اعتماد و اطمینان رو همین حرامزاده ها به ملت ایران تحمیل کردند. تا چه میخوایم گول بخوریم؟ تا چه میخوایم برنامه های سر کاری رو بشینیم یه سال دو سال دیگه با اون آرامش و اون حالتهای موریانهی موزیانه دوباره بشینیم یه سال دو سال دیگه براندازی، سرنگونی، نافرمانی های ملی مردمی، مرگ بر حکومت اسلامی، از خامنه ایش، از رفسنجانیش، از هر طیفش، از هر قومش، از هر گروه مافیایی که کشور من رو اشغال کرده. بقیهش همه شلطان بازیه، کارهای تکراریه، پروژه های شکست خورده است، سناریوهای هزار بار تکرار شده است. ای تلویزیونی که یاد گرفتی از این تلویزیون برای اینکه خودت رو مشروع نشون بدی 15 تا عکس امروز گذاشتی مافیای فساد، عکس رهبر خامنه ای، رهبرتون خامنه ای رو بذار، عکس رفسنجانی رو بذار، عکس احمدی نژاد رو بذار، عکس خاتمی پوفیوز رو بذار، عکس تمام سران رژیم رو بذار، عکس سران سپاه رو بذار که امروز بیش از نیمی از اقتصاد کشور ما رو خونش رو دارن میمکند. شطور سواری دلا دلا سعید سکویی اینجا مثل شیر نشسته، نماینده ملت تو سری خورده ایرانه، با شرف و حیثیت و آبرو پاک داره با شماها میجنگه. شما بازوهای رژیم هستید، شماها این رژیم رو 30 ساله با شلطان بازیتون از اون پسرموی خائن تو خودت و بزرگتون و کوچکتون و رسانه های دنبکیتون و بنگاه های مذهبیتون و لبیس های کسافتتون مثل تریتا تازیتون و اون پسمترت حرومزاده هوشنگ نمیدونم چیچیتون و امیر میر محمدیتون احمدیتون
اون ملوک عبادیتون و بزرگتون و کوچکتون خون ماها رو مکیدید؟ مگه من شوخی با شماها دارم؟ مگه من به بزرگ و کوچک شماها باج میدم؟ هشت، هفت، شیش، پنج، وان، 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 آخونده رفتن. فقط برنامه تحقیر اپوزیسیون بود، فقط برنامه تحقیر مبارزین بود، فقط برنامه تخمیر وطن پرستان بود، فقط برنامه بی اعتماد کردن مردم در درون مرزهای ایران بود. دو سه نفرم تو اون جمع که نشسته بودن گول خورده بودن، رو عرق وطن پرستی و اینها رفته بودند. کما اینکه پشتش بلافاصله یک نفرشون مثل اصلانی رفت در تلویزیون پارس توسط هوشنگ وزین، سرهنگ وزین، برنامه ای رو 10 برنامه ارائه داد که هیچ مبارزی در طول 10-15-20 سال گذشته ارائه نداده بود، از افشاگری و پرداختن به واقعیات تاریخ معاصر ما. اونایی دیگه هم بقیه یا آب شدن رفتن و یا دوباره پروژه های جدید و سیاه‌بازی های جدید. هر کس میخواد هر کاری بکنه اول بیاد باید بیاد از گذشته خطاکار خودش در پیشگاه مردم عذرخواهی کنه، نه اینکه با پررویی بشینه. این میکروفون بازه، این دوربین اینجاست، هر کی میخواد بیاد بشینه از خودش دفاع کنه. ما این معرفت و این مردونگی رو داریم، منتها جرأت میخواد، شهامت میخواد، رشادت میخواد. چون من تعارف با کسی ندارم، گفتم بهتون من بیخ خر الله رو گرفتم، الله خامنه ای رو. شما که عدد و رقمی نیستید، که دنبال نامید یا دنبال پروژه سازی هستید و یا دنبال منافع اینور یا اونور، یا اینم که فکر میکنید آب انقدر گلالود شده که هر کسی میتونه بگه منم هستم. روزی هستید که بگید مرگ بر سید علی خامنه ای، مرگ بر حکومت اسلامی در کلیتش و در تمامیتش، محکم رو این حرف بیستید. برنامه ریزی های زیادی در شرف تکوین برای فریب بزرگ مردم در گزینش رئیس جمهور منتصبی که از حالا تعیین شده، فریب بزرگ، فریب بزرگ ملت ایران شتاب گرفته به خودش. از این حرفا در هیچ تلویزیونی نمیزنند. همه برنامه ها سرگرمیه، همه برنامه ها شما رو برای اون 10-15 دقیقه به وجد آوردنه. بعد آگهیشون رو گذاشتن و بعد سیاه‌بازی هاشون رو کردن و بعد دوباره به تاریخ 30 سال گذشته پرداختند و این گونه مسائل. گروه حاکم، گروه جنایتکار جلوی پرده حاکم، حکومت اسلامی در کلیتش یک ماهیت داره. هیچ تفاوتی بین خاتمی و داداشش و دار و دسته اصلاح طلبشون و بوزینه هایی که صحبت از اصلاح طلبی میکنن، چه جبهه ملی، چه نهضت آزادی، چه تحکیم وحدتی، چه بزرگ، چه کوچک، اینا همشون در هم تنیدن و در این جنایات 30 ساله دست دارن. گروه حاکم و مرد 1000 تیر حکومت اسلامی احمدی